سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان، همراهان همیشگی شبکه محبت. خیلی خوشحال هستم برای یک فرصت دیگه که در خدمت شما عزیزان هستم. کریسمس بر همه شما عزیزان مبارک، میلاد یگان منجی و خداوند زنده که دلیل حیات و شادی ماست و در این روز تولد یافت و ما امیدی برای زندگی داریم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما بر زمین اومد و مولود شد. کریسمس مبارک. خوشحالم برای لحظات و دقایقی که میتونم در خدمت شما عزیزان باشم و امروز در این دوره همی آنلاین که با هم داریم، یک زوج بسیار عزیز و مبارک میهمان من هستن که شما عزیزان رو دعوت میکنم که در این گفتگو با من و کشیش الناتان عزیز و کشیش نازنین عزیز همراه باشید. سلام برادر الناتان و سلام خواهر نازنین عزیز، خیلی خوش آمدید، کریسمستون مبارک. واقعا ممنونم که در این قسمت با ما همراه هستید. عزیزید محبت دید خواهر گلم، من کریسمس و میلاد خداوند ما عیسی مسیح رو به شما و تمام مخاطبین شما تبریک میگیم. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید. منم درود و سلام میگم به شما و عزیزان بیننده که به ما ملحق شدید. کریسمس رو تبریک میگم و خیلی خوشحالم که میتونم با شما خانم خوشگل صحبت کنم و این درخت کریسمس رو دارم، چقدر چشمک میزنه. ای جانم، مرسی مرسی از محبتتون، نگاه شما زیباست و شما عزیزان واقعا باعث افتخارید. خواهر نازنین و برادر الناتان عزیز، امروز میخوام یک گفتگوی حسابی دوستانه رو با هم داشته باشیم و که مطمئنم که به من و شما که خیلی خوش میگذره و بینندگان عزیز هم که این رو خواهند دید حسابی بهش خوش میگذره. و میخوام از خواهر نازنین عزیز شروع کنم و یک سوال کریسمسی دارم و همینطور میخوام بدونم که خواهر نازنین، اولین یا بهترین کادوی کریسمسی که از برادر الناتان عزیز گرفتید چی بود که همیشه یادتون هست؟ الناتان خیلی دوست داره که کادو بده، خیلی دوست داره به کادو دادم و سورپرایز کردم، خیلی دوست داره من سورپرایز کنم و من اصلا دوست ندارم سورپرایز رو و شوکه میشم، همیشه هم سورپرایز میشم، یعنی یه جوری زرنگ نیستم که بفهمم. و بهترین کادو، خب خیلی کادوهای خوب داده. من یادمه که اولین بار الناتان رو در کریسمس دیدم در کلیسا در ایران. من یادمه که همه آیه میگفتن و من بودم که به زبان دری زرتشتی یه آیه کلام رو با دیگر عزیزان تو کلیسا بالای منبر من گفتم که اونجا بود که شما دیدین و بعد ماجرا شروع شد. پس 30 سال گذشته. ای جان. آره میتونم بگم بهترین کادوی کریسمس خودشون بودن. ای جان چقدر زیبا که خود برادر الناتان واقعا بهترین کادوی کریسمستون بوده، چقدر برای خود من جالب و عالی بود، واقعا مرسی. برادر الناتان عزیز، اگر از شما بخوایم بشنویم که به ما بگید که بهترین یا پربرکتترین و عالیترین دعای کریسمس یا برکت روحانی که به شما داده شده چی بوده که همیشه یادتونه و شاید امروز شما هم بخواید اون دعا و اون برکت رو به بینندگان عزیزمون بگید، میتونه چی باشه؟ عزیزید مرسی نازنین جون برای محبتتون. خب من بزرگترین هدیه که دریافت کردم سال 1982 بود. وقتی 16 سالم بود به کلیسا رفتم و با نیت خوبی نرفتم اونجا. با عیسی مسیح آشنا شدم، مسیح به من رحم کرد، او رو نجات منو نجات داد، او رو پیدا کردم، او رو شناختم، قلمو سپردم و تا امروزم پشیمون نشدم، بلکه خوشحال و خوشحالترم هستم. پس این بزرگترین دعایی بود که من کار کردم 1982 در کلیسای مرکزی جماعت ربانی تهران و بزرگترین هدیه و دعایی که من میخوام برای همزبانان خودم همینه که آنچه که مسیح در زندگی من کرد و در قلب مبارک او هست برای اونها اتفاق بیفته، یعنی حتی همین امسال کریسمس امسال مسیح خداوند رو بشناسن، نجات پیدا کنن، زندگیشون عوض بشه. این بزرگترین در تین سالها اتفاقای خیلی متفاوتی افتاده که بخوام سپاسگزار باشم بابتش. هر کریسمسش
خودش یک داستانه، ولی کریسمس که هرگز فراموش نمی‌کنم اون تاریخ بودش. چقدر زیبا، چقدر عالی. آمین که واقعا حقیقتا همه عزیزانی که ما رو میبینند و همه مردم ایران واقعا آرزوی ما هست که این نجات رو در خداوند عیسی مسیح تجربه کنن که بهترین هدیه هستش. و اما در پایان آخرین سوالی که بخوام بپرسم، همه ما جشن کریسمس رو دوست داریم، یکی از واقعا بهترین اتفاق روی زمینه که مسیح اومد و این رو داریم جشن میگیریم، ولی مراسمایی داریم، کارایی میکنیم که لذت بخش، شادی بخش، و میخوام بدونم که شما عزیزان هر کدومتون اگه بخواید بگید کدوم بخش از کریسمس رو خیلی دوست دارید، بابا نوئلش و کادوش و غذاها رو، چه چیزی براتون واقعا باعث شادیتونه و لذت بخش براتون؟ من بگم؟ بله بفرمایید. خب کریسمس خیلی چیزاش خوبه، تعطیلاتش خوبه، مسافرتاش خوبه، کادوهاش خوبه، ولی بیشترین چیز من با خانواده بودن رو دوست دارم. دوست دارم وقتی بچه ها همه خونه هستن، همه میتونیم با هم جمع بشیم، حالا یه غذای بخوریم، یه کادوها رو با هم باز کنیم، این واقعا برای من لذت داره. دوم، من جشن کریسمس رو در کلیسا خیلی دوست دارم، با خانواده روحانی بودن، با عزیزانی که در کلیسا میبینیم هر سال، خیلی ها سالی یه بار کلیسا میان، ولی خوشحال میشیم که اونا رو میبینیم و جشن کلیسا که با هم اون سرودهای کریسمسی رو میخونیم، موعظه کریسمسی و جشن کریسمس در کلیسا رو من خیلی دوست دارم. بله. نکات خیلی مهمی نازنین گفتن که واقعا اساسی هستش و منم موافقم، ولی یه چیزی که میتونم اضافه کنم علاوه بر اون دو مورد مهم اینه که کریسمس فرصتی که مردم بیان اغلب در کلیسا ببینن چه خبره. وقتی میبینم یک نفر برای اولین بار قلبش رو مسیح میسپاره، واقعا این به من شادی عظیم میده. من فکرم هر روز میتونه کریسمس باشه، ولی به خاطر این جشنی که هر ساله هستش، فرصتی که وجود داره، الان ما که در خارج از کشور هستیم، ایرانی‌ها میان، افغان‌ها میان در کلیسا، وقتی مژده انجیل رو میشنون و واکنشش رو میدن، برای من شبان، برای من واعظ، برای کسی که یک سال منتظر بوده که پیغام انجیل به یک گروه دیگه بده که اونا بشنون در مورد مسیح، این یکی از بهترینش است. ولی خب با خانواده بودن مسلما خیلی خوبه، غذا خوردن بهتره، ولی این موضوع خیلی مهمه. مرسی، مرسی واقعا عزیزان، چقدر لذت بخش بود گفتگو با شما عزیزان، شنیدن مرسی. از شما عزیزان، یادآوری واقعا این روزهای شیرین، از بهترین کادویی که گرفتیم تا کارای خداوند، واقعا عظیم و بسیار باعث برکت هستش. مرسی واقعا یک بار دیگه از شما عزیزان تشکر میکنم برای اینکه با من همراه بودید. بینندگان عزیز از شما شنیدند و ممنونم و از شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به دستان پرمهر خدا میسپارم. همینطور از شما بینندگان عزیز و محترم که با ما همراه بودید، حضور شما باعث شادی قلب ما و برکت ماست، پس شما رو به دستان خدا میسپاریم و یک بار دیگه میگیم کریسمستون مبارک و ایامتون پر از شادی. خدا نگهدار.